سلام دوستان، تابستان امسال شهر هامبورگ در آلمان صحنه برگزاری چهارمین کنگره سکولار دموکرات های ایران بود. گروهی متشکل از فعالان سیاسی که معتقد است لازمه دموکراسی و پلورالیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی تأسیسی دولتی سکولار و دموکراتیک در ایران است. در بیانیه جدایی کامل مذهب و حکومت که در سایت رسمی جنبش سکولار دموکراسی ایران منعکس شده، اضافه شده که ما در کنار همه مردم ایران به کمتر از جدایی کامل حکومت و مذهب رضایت نداده و به طور پیگیر این راه را تا نتیجه نهایی برقراری حکومتی سکولار در ایران ادامه می دهیم. امروز در مورد فعالیت‌های این گروه از اپوزیسیون ایران گفتگو می‌کنم با دکتر اسماعیل نوریالا، فعال سیاسی، شاعر و روزنامه‌نگار مقیم شهر دنور در ایالت کلرادوی آمریکا. درود بر شما دکتر نوریالا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فرهودی و بینندگان و شنوندگان این برنامه. دکتر نوریالا، در ابتدا یک مختصری از فعالیت‌های خودتون بفرمایید در این 30 چند سالی که بعد از انقلاب اسلامی در آمریکا به سر می‌برید. چه کارهایی کردید و الان دقیقاً فعالیت‌هاتون بر چی متمرکز است؟ بله، عرض کنم که در این مدت 40 سالی که تقریباً از انقلاب می‌گذره، خب من سالهایی رو در لندن زندگی کردم، در جایی که تحصیلاتم رو تموم کرده بودم و بعد از انقلابم همونجا پناهنده شدم و حدود 20 سال پیش مهاجرت کردم، آمدم به امریکا و در اینجا ساکن هستم. هم در لندن و هم در امریکا که آمده هم، همیشه فعالیت من در یک فعالیت مطبوعاتی بود اول، و چون تحصیلات من تحصیلات علوم اجتماعی بود و در زمینه سازمان‌های مذهبی تشیع در ایران هم تز خودم رو نوشته بودم، در این زمینه بیشتر بحث می‌کردم. تا اینکه با پیدایش جنبش سبز من تصمیم گرفتم که کار رو از حد روزنامه‌نگاری و گرداندن سایت بکشونمش به سری فعالیت‌های سیاسی. در نتیجه به همراه همسرم خانم شکر میرزادگی یک بیانیه‌ای رو نوشتیم در مورد ضرورت توجه به سکولار دموکراسی و اینکه جنبش سبز در ماهیت خودش یک جنبش سکولار بود، نه یک حکومت مذهبی. بله. که اون حدود 300 نفر امضا کردن اون بیانیه رو، و بر اساس اون بیانیه ما آمدیم یک سازمان سیاسی به نام شبکه سکولارهای سبز رو به وجود آوردیم که عرض کنم که این منجر شد به اینکه در سال 2013 بیاییم و یک بیانیه جدیدتری رو با امضاهای بیشتری صادر بشه به نام پیماننامه عصر نو، که در سکولار دموکرات‌های ایران کوشیدن که خودشون رو تعریف کنن که یک آدم سکولار دموکرات چگونه میاندیشه، و در پی اون تصمیم گرفتیم که یک کنگره سالیانه ای رو برقرار بکنیم از سکولار دموکرات ها و یک هیئت گرداننده یا تدارکات داشته باشیم که داوطلبان درش شرکت میکنند، موضع سیاسی نمیگیرند، بحث سیاسی نمیکنند و فقط میرن پول جمع میکنند، هتل میگیرند، صندلی ها رو میچینند تا تمام سکولار دموکرات های ایران بتوانند به خرج خودشون بیان و سالی یک بار همدیگر رو ببینیم و با هم صحبت بکنیم. اسم این شد جنبش سکولار دموکراسی، که یک سایت رسمی داره و یک کنگره سالانه. بس. در کنگره سوم که در شهر فرانکفورت پارسال برگزار شد، عده‌ای از سکولار دموکرات‌های منفردی که عضو احزاب دیگه نبودند تصمیم گرفتند که یک حزبی به نام حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو به وجود بیارند که در کنگره چهارم در هامبورگ اعلام موجودیت کرد. حالا بیشتر در مورد اون حزبم صحبت میکنیم. وقتی کلمه سکولار استفاده میشه دکتر نوریالا، برای بعضی ها این توهم پیش میاد که سکولار ممکنه معنایش ضد
مذهب باشه، یعنی یک حکومت ضد مذهبی، ولی دقیقاً اینطور نیست. یعنی خودتون بیشتر توضیح بدید که کسانی که ممکنه با این واژه آشنایی درستی نداشته باشن. کلمه سکولار در اصل به معنی این جهانی و این زمینی هستش، یعنی اینکه امور عالم رو ما میتونیم در ارتباط با عالم غیب و خدا و پیغمبر بررسی کنیم، یا اینکه میتونیم خود انسان رو تصمیم گیرنده در این مورد بدانیم. این یک صفته که به هر چیزی میچسبه. مثلا شما میتونید بگید یک پزشکی سکولار به معنی این که در درمان بیماری ها ما کاری به این نداریم که فلان امامزاده معجز میده یا نمیدونم اگر که نظر رو نیاز بکنن بیماری رفع خواهد شد. پزشک یک عمل سکولار یعنی این جهانی و بر اساس منطق انسانی انجام میده. خب خود به خود اگر که مثلا به فلسفه بچسبونیمش میشود یه امر ضد مذهب، یعنی فلسفه سکولار فلسفه ایست که اون جهان رو قبول نداره. اما ما چون کار سیاسی میکنیم میگوییم ما از لحاظ سیاسی سکولار هستیم، یعنی گرداندن مملکت و حکومت رو تابع توضیح المسائل و شریعت و فرامین آسمانی نمیدانیم و مردم رو حاکم بر سرنوشت خویش میدانیم. بله. خب میدونین در داخل ایران حکومت جمهوری اسلامی ممکنه به طرفدارانش بگوید که اینهایی که میگویند سکولار هی سکولار سکولار میکنن، اینها اگر بیاین به جای ما مذهب رو زیر پا میذارن و اصلا اجازه اینکه افراد فرایض دینی خودشون رو انجام بدن میگیرن. شما برای مقابله با این تز جمهوری اسلامی که سعی میکنه شماها رو بدنام بکنه به نوعی و بگوید اینها ضد مذهب هستن، دقیقا چه گامهایی برمیدارید یا برداشته اید؟ خب ما که مقدوراتمون در حد روشنگری و توضیحه و در این مورد نهایت کوشش خودمون رو کردیم، مقالات متعدد، مصاحبه های متعدد در این مورد انجام شده است و در ارتباط هایی که آدم با داخل کشور داره میدونه که به خصوص جوانان تحصیل کرده ایران کاملا تفکیک میکنند سکولاریزم سیاسی رو از سکولاریزم فلسفی، در حالی که حکومت نهایت تلاش خودش رو میکنه که این قضیه رو دامن بزنه و البته در خارج از کشور هم عده زیادی از سکولارها هستند که معتقدند که مسئله ایران مسئله مذهبه و باید از ایران مذهب زدایی بشه. ما چنین تصوری رو نداریم و فکر میکنیم که نه این کار مقدور و ممکنه و نه مفیده. ما معتقد به این هستیم که یک حکومت سکولار سیاسی می آید و آزادی اندیشه و بیان رو آنچنان تأمین می کنه که طرفداران هر مذهبی و مخالفین هر مذهبی آزادانه بتونن عقاید خودشون رو بیان کنن. اگر این حکومت سکولار امروز در ایران برقرار می بود، آیا شما اجازه می دادید این مراسمی که الان در رابطه با محرم داره برگزار می شه در ایران، این کارهایی که بعضی ها میگویند کارهای بسیار ناپسندیده است، مثلا میآیند رگ یک شتر رو میزنند، کارهایی میکنند که احساسات مذهبی مردم رو تحریک بکنند به نوعی در رابطه با تاتو و عاشورا، آیا یک حکومت سکولار اجازه میده این فعالیت ها ادامه پیدا کنه در کشور در آینده؟ ببینید من سخنگوی یک حکومت سکولار آینده نیستم، بلکه کوشنده در راه استقرار یک حکومت سکولار دموکراتیک در ایران هستم. اگر چنان حکومتی برقرار بشه، مجلسی وجود داشته باشه، قانون اساسی وجود داشته باشه که سکولار دموکرات باشه، اون دولت تصمیم میگیره که چه مسائلی با انسان مداری و حقوق بشر در تضاد هست یا در تضاد نیست و اونگونه عمل خواهد کرد. من میتونم نظر شخصیم رو بگم که به نظر من این عملیات غیر انسانی هستند و به نظر من اگر که آزادی در جامعه برقرار، ببینید الان اکثریت این کار به وسیله حکومت و با پول حکومت انجام میشه. درسته. وقتی که شما حکومت رو خارج کنید از این بازی، به نظر من این مردم هستند که تصمیم میگیرن سر کوچه‌شون تکه بزنن و
عزاداری مثلا عاشورا بکنن، سینه بزنن یا نکنن. اما اگر در یه حدی غیر انسانی این قضایا بخواد انجام بشه، من فکر میکنم که هر حکومت عاقل و انسان مداری دخالت خواهد کرد و جلوگیری خواهد کرد. خب دکتر نوریالا، بپردازیم به این کنگره چهارمتون که در هامبورگ برگزار شد. من یک عکس یادگاری دیدم از شرکت کنندگان در این کنگره، حدود 60 نفر بودن در این عکس. میتونید شما هم تایید بکنید که همین تعداد بودن در کنگره شرکت کردن، کسانی که فعال هستن در جنبش شما؟ نخیر، عرض کنم که مطابق آماری که ما داریم، به خصوص به هنگام نهار خوردن، چون ما باید بابت هر غذایی که خورده میشد یه پولی به اون هتل بدیم، در روز اول 125 نفر نهار خوردن در اونجا و عرض کنم که روز دوم دو سه نفر کمتر بودش. عده زیادی هم چون اهل هامبورگ بودن برای نهار رفتن به منازلشون. عکسی که میبینید زیرش هم نوشته این متعلق به پایان روز اوله، که خیلی ها بودن که در روز دوم خودشون رو به کنگره رسوندن. معمولا کنگره های ما بین 120 تا 150 نفر کسانی که با خرج خودشون میان به شهر برگزاری کنگره تشکیل میشه. بله، امسال کنگره شما یک حاشیه هم داشت و اون در رابطه با آقای رضا حسین‌پور بود، یکی از فعالان سیاسی در لندن که هر سالم در کنگره های شما شرکت میکرده. امسال آقای حسین‌پور شرکت نمیکنه در این مراسم و میگوید که به علت یک برنامه کاری قادر به شرکت در این کنگره نیست. ظاهرا شما خودتون هم یک بیانیه در این زمینه منتشر کردید، ممکنه لطفاً این مسئله رو یک روشنگری بفرمایید که دقیقاً نقش رضا حسین‌پور در این کنگره های جنبش دموکراسی سکولار دموکراسی چی هست؟ چون ایشون ظاهرا یک سفری به مکه انجام میدن به دعوت دولت سعودی و در اونجا همراه با عده دیگر از فعالان سیاسی به مکه مشرف میشن و این توهم به وجود آمده یا بود یا هنوز هم هست که بعضی از اعضای این کنگره شما اینها به دعوت عربستان سعودی به مکه رفتن و تبلیغاتی هم که شده بود در رسانه های جمهوری اسلامی این بود که این سکولارها تجزیه طلب هستند، ضد مذهب هستند و به مکه هم رفتن به خرج دولت سعودی. ببینید این مسئله چندین بعد مختلف داره که باید اینها رو از هم تفکیک کرد و من سعی میکنم در مختصرترین امکانی که دارم بیان بکنم. مسئله در این است که سکولاریسم سیاسی با مذهب مخالف نیست، بنابراین هر کسی که معتقده به سکولار دموکراسی سیاسی هست و میخواد مذهب خودش رو حفظ بکنه و شرایع مذهب خودش رو رعایت بکنه، خب میتونه این کارو بکنه. ما داریم اعضایی، حتی عرض کنم که کسانی بودن در همین کنگره که به عنوان یک مسلمان سکولار آمدن و سخن گفتن. بنابراین ما کاری با اینکه آقای حسین‌پور رفته است به مکه و چرا رفته است به مکه نداشتیم در این قضیه. مسئله تجزیه طلبی هم یک مسئله جداگانه است که ما تکلیف خودمون رو در همه اسنادی که منتشر کرده ایم روشن کرده ایم و گفته ایم که ما با تجزیه ایران مخالف هستیم، هرچند که این خطر رو بالای سر ایران میدانیم و یکی از دلایل اینی که متوسل میشویم به سکولار دموکراسی همین جلوگیری از تبعیضی است که موجب میشود مردم ایران میل تجزیه احتمالاً پیدا کنند. آقای دکتر حسین‌پور، عرض کنم که از زمانی که ما اون اعلامیه اول مربوط به سکولارهای سبز رو منتشر کردیم، ایشون از امضا کنندگان اون بودند. من وقتی که در لندن زندگی میکردم با ایشون دوست بودم و صحبتهایی که با هم میکردیم همیشه این بود که ایشون معتقد بودند که باید سازمانهای سیاسی قومیتی رو کشون به اون طرفی که زیر مسئله تمامیت ارضی ایران رو امضا بکنن. ایشون یکی از کسانی بود که معتقد به این قضیه بود و به این علت اساساً بعدن که شبکه سکولارهای سبز تشکیل شد پیوستن به اونجا و
در آستانه تشکیل جنبش سکولار دموکرات های ایران ایشون به من اطلاع دادن که به علت مشکلات کاری که براشون پیش آمده و سفرهایی که باید به خلیج فارس بکنن دیگه نمیتونن نقش فعالی در جنبش داشته باشن. بنابراین ما از 2013 در واقع دیگه ارتباط ارگانیکی با ایشون نداشتیم، اما ایشون در کنگره های ما در بخوم، در فرانکفورت هم شرکت کردن. در آستانه کنگره هامبورگ ایشون با من تماس گرفتن و گفتن که من مایل هستم که بیام و در کنگره هامبورگ سخنرانی هم بکنم. به همین دلیل ما اسم ایشون رو گذاشتیم جزء سخنرانان و دو سه روز قبل از اینکه کنگره تشکیل بشه مجدداً با من تماس گرفتن و گفتن که اون کاری که من در خلیج فارس داشتم الان قراردادش امضا شده و من ناگزیر هستم که در اون روزها بروم به دبی یا امارات به هر حال و در نتیجه نمیتونم بیام به کنگره. این اطلاع ما بود تا اینکه یک مرتبه ما دیدیم از در و دیوار خبر میدن که معاون جنبش سکولار دموکراسی رفته است به حج و به عنوان یک تجدید طلب با سعودی ها عرض کنم که مذاکره کرده. اینها هیچ کدومش ربطی به ما نداره. آقای حسین بور به عنوان یک سکولار دموکرات معتقد به تمامیت ارضی تا جایی که من اطلاع دارم فعالیت میکرده و حالا چطور شده که رفته به مکه یا با سعودی در چه موضع روی صحبت کرده هیچ ربطی به کار ما، جنبش ما نداره و ایشون خودشون توانایی این رو دارن که پاسخگوی اعمال خودشون باشه. باش. خب یعنی شما اصولاً تأیید میکنید یک همچین سفری رو؟ ایشون در مصاحبه‌ای که با کیهان لندن با من داشتن تأکید کردن که تجزیه طلب نیستن و به عنوان یک چهره رسانه‌ای دولت سعودی از ایشون دعوت کرده بود در اونجا حضور داشته باشن. میدونیم این حضور ایشون همزمان شده با تشنج بسیار زیاد در روابط تهران و ریاض. شما به عنوان یک فعال سیاسی آقای دکتر نوری‌علا، اگر یک همچین دعوتی از شما میشد آیا شما این دعوت رو میپذیرفتید؟ ببینید، ما از فرمول بندی این دعوت اطلاع نداریم که گفتن که بیایید اونجا چیکار بکنید. من اگر که دعوت شده بودم، اولا این که چرا این دعوت رو با موسم حج یکی میکنید برای من جای سوال بود، و دوم این که از من میخواهید بیام اونجا که با شما چه صحبتی رو بکنم. من نه دولت هستم نه حکومت هستم و قرار نیستش که با دولت ها و حکومت ها به مذاکره بنشینم. بنابراین من به عنوان یک سکولار دموکرات، به عنوان عضوی از جنبش و عضوی از حزب سکولار دموکرات ایرانیان، این دعوت رو نمیپذیرفتم. ولی خب هر کسی مخیره که خودش عمل بکنه. بله. دکتر نوری‌علا، اشاره کردید به این که در بعد از این انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388 یک جنبشی رو تشکیل دادید به نام شبکه سکولارهای سبز. آیا این شبکه هیچ نوع ارتباطی با جمهوری با فعالان سیاسی در داخل جمهوری اسلامی داره، با کسانی که مخالف این سیستم در ایران هستن؟ آیا هیچ نوع همکاری، تبادل نظر، هیچ نوع رایزنی بین این گروه شما و داخل ایران وجود داره با مخالفین؟ ببینید، ما اگر که مخالفیم، وقتی که جنبش سبز شکل گرفت، مسئله یک مسئله بودش که در واقع رهبران این جنبش از اصلاح طلبان بودن. ما در تفسیر و تعبیر خودمون از آنچه که در ایران میگذره معتقد بر این هستیم که اصلاح طلبان مهمترین سد راه رویارویی سکولار دموکرات ها با حکومت هستند و همیشه به عنوان خندق دفاعی عمل کردند. وقتی که جنبش سبز برقرار شد، چون با اعتقادمون این بود که مردم نیامدند به خیابان ها برای اینکه حکومت اسلامی رو حفظ بکنند، اصلاح بکنند، یا به قول آقای مهندس موسوی برگردند به دوران طلایی امام،
مردم از یک فرصتی استفاده کردند که آمدند بگویند که ما نمیخواهیم که این حکومت رو داشته باشیم و این حکومت رو اصلاح پذیر نمیدانیم. به همین دلیل در طی این 7-8 ماهی که این جریان ادامه داشت، ما رفته رفته دیدیم که شعارها از نمیدونم یا حسین میرحسین رسید به عرض کنم که جانم فدای ایران و خواستار یک جمهوری ایرانی شدن. در نتیجه ما تلاشمون این بود که توضیح بدهیم که جنبش سبز نه یک جنبش مذهبی است و نه یک جنبش اصلاحی، بلکه این جنبش به ذات جنبش سکولار دموکرات و ما باید این صدا رو در خارج کشور منعکس بکنیم. اما مسئله این بودش که اصلاح طلبان اصرار داشتند که رنگ سبز متعلق به اسلام است و متعلق به جبهه‌های اسلامی جنبش هست و در نتیجه هر کی اسم سبز رو خودش بگذاره این مسلمان است و اصلاح طلب. بله. حالی که چنین نبود، یعنی که به طور خیلی اتفاقی رنگ سبز افتاد به دست مهندس موسوی و اصلاح طلبها. یعنی وقتی که می‌خواستن قرعه کشی کنن برای برنامه‌های تلویزیونی، چند تا رنگ رو استفاده کردن، گوی رنگینی بود که گوی رنگین سبز نصیب آقای میرحسین موسوی شد و رنگ سبز از اونجا مطرح شد. به هر حال ما مخصوصا کلمه سبز رو در کنار سکولارها آوردیم که بگوییم که این جنبش سبز یک جنبش سکولار است. بله. در رابطه با ارتباطتون، آیا هیچ ارتباطی همین الان دارید با فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور؟ بله، ما به طور وسیعی به مخالفینی که سکولار دموکرات هستند عرض کنم که ارتباط داریم، فعالیت‌های اونها رو قدر می‌شناسیم و از اونها حمایت. دکتر نوریالا، بعضی ها در داخل ایران معتقدند که این اپوزیسیون خارج از کشور تا حالا هیچ کار نتونسته انجام بده و از یک واژه استفاده میکنن، حالا من اینجا میخوام مطرح کنم اینو نزد شما، به عنوان قمپوزیسیون، که بیشتر اینا میشینن با همدیگه فقط صحبت میکنن، یک گرده همایی های دوستان است، کمان که در یکی از این مقالات که در اینترنت در رابطه با کنگره شما بود شخصی به نام آقای پرویز داورپناه گفته است که این نشست هم مانند نشست های گذشته بیشتر یک محفل دوستانه بود که آخر عمری موجب بیرون آمدن عده‌ای از انزوا در خارج از کشور شده است. پاسخ شما به منتقدین چیه که میگوین اپوزیسیون کاری از دستش بر نمیاد، این حکومت رو نمیتونه سرنگون کنه و کسانی مثل پرویز داورپناه در خارج از کشور؟ ببینید، دو تا مسئله رو اجازه بدید که از هم تفکیک بکنیم. ما هم معتقدیم که کنگره سکولار دموکرات ها گرد همایی دوستانه سکولار دموکرات هاست و ازش هیچ توقع هیچ معجزه ای رو نداریم. همان گونه که مثلا بین الملل سوسیالیست ها که هر سال تشکیل میشه، سوسیالیست های عالم میرن در یه جای جمع میشن و راجع به مسئله سوسیالیسم با هم همراهی و همفکری میکنن. بله. ما هم اعتقادمون بر اینه. من اصلا ابایی ندارم که اسمش رو بذارم پیکنیک سکولار دموکرات ها. ما سالی یک بار با خرج خودمون توی شهری جمع میشیم و راجع به مسائل سکولار دموکراسی صحبت میکنیم. من معتقدیم که در جنب این ماجرا هست که بسیاری از مسائل اتفاق میفته، سازمان ها به وجود میان و غیره. بنابراین ما نه ادعایی کردیم که با کنگره سکولار دموکرات ها میخواهیم حکومت اسلامی رو بر بیاندازیم و غیره. اما در مورد اپوزیسیون، همین اصراری که میکنن که این اپوزیسیون هیچ کار است و نتونسته کاری بکنه یا به قول این آقایون اپوزیسیونه، خود این اصرار نشون میده که مثل یک خار در گلوی اینها این اپوزیسیون گیر کرده. من در این مورد اگر اجازه بدید به این نکته اشاره بکنم که وقتی که ما با یک انقلاب وسیع مردمی، یعنی آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد، روبرو هستیم و یک حکومتی از دل این انقلاب میاد و با مشروعیت کامل هم میاد، نه در حقه بازی انتخاباتی و نه در کودتا و غیره به قدرت رسیده، مردم کوچه و بازار آمدن رأی دادن و یک حکومتی رو به قدرت رسوندن، ما با چنین حکومتی وقتی که تشخیص بدیم که این حکومت خلاف
منافع ملی ما هست، خلاف سکولار دموکراسی هست و باید باهاش مبارزه بکنیم، باید سالیان بسیاری رو تلاش بکنیم و این تلاش به نظر من از سه فاز مختلف میگذره. فاز اولش فاز افشاگریه، هم رو به مردم داخل کشور و هم رو به مردم جهان که ما توضیح بدیم که این انقلاب قرار نبود همچین چیز وحشتناکی از دلش زاده بشه و نشون بدیم که چه مخاطراتی رو این انقلاب با خود، یعنی این حکومت برخواسته از انقلاب با خودش آورده. به نظر من اپوزیسیون ایران یکی از موفق ترین اپوزیسیون ها بوده در مرحله افشاگری، به این معنی که چه در نوشتن، چه در تلویزیون هایی که در خارج بوده. عرض کنم خود حضرت عالی یکی از کسانی بودید که در این زمینه فعالیت داشتید. ما موفق شدیم که هم به مردم ایران و هم به مردم جهان بگوییم که این حکومت حکومتی که ما میخواستیم نیست. اما این مرحله به نظر من مدت هاست که تموم شده، یعنی دیگه الان خنده داره که بنده بیام جلوی دوربین تلویزیون بشینم و برای مردم داخل کشور که با پوست و گوشت و استخوانشون این مسائل رو درک میکنن دست به افشاگری بزنم، بگم گوشت گرون شده، نمیدونم شما اینجوری هست اونجا. فاز دومی که لااقل 10 سال به نظر من شروع شده اینه که شما وقتی که یه چیزی رو میگید نمیخوام، باید در مقابلش آنچه که میخواهید فرمول بندی کنید و درست ارائه بدید. من اسم این مرحله رو در مقابل مرحله افشاگری میذارم مرحله گفتمانسازی. ما باید آلترناتیو نظری این حکومت رو ارائه میدادیم. در 10 ساله اخیر به نظر من این هم یکی از موفقیت‌های بزرگ این اپوزیسیون بوده است که گفتمان سکولار دموکراسی رو به عنوان گفتمان اصلی و ضروری امروز ایران در مقابل مردم گذاشته و الان دیگه من باور نمی‌کنم که یک حزب غیر عرض کنم که متمایل به حکومت اسلامی باشد که بگوید من سکولار دموکراسی رو قبول ندارم. به همین دلیل هم شما می‌بینید که در کنگره‌های سکولار دموکرات ها احزاب مختلف میان شرکت میکنن و خودشون رو سکولار دموکرات میدونن اما با برنامه های مختلف. فاز سومی که ما در آستانه آغازش هستیم آن است که ما گفتمان سکولار دموکراسی رو جا انداختیم، حکومت رو افشا کردیم و حالا باید دست به تشکیلاتی بزنیم که آماده این باشد که در مقابل، یعنی در لحظه فروپاشی حکومت اسلامی بتونه در صحنه سیاسی ایران گفتمان سکولار دموکراسی رو هم در دولت موقت، هم در تدوین قانون اساسی و هم در شرکت مبارزاتی در انتخابات برای به دست گرفتن قدرت و دولت در واقع مطرح بکنه. پس این مرحله سوم که بهش اشاره کردین برمیگرده به همین اعلام موجودیت حزب سکولار دموکرات های ایران، درسته دکتر نوریالا؟ کاملا. ببینید ما در کنگره فرانکفورت پارسال این مسئله رو مطرح کردیم که عده زیادی از سکولار دموکرات ها در احزاب سکولار دموکرات مختلفی از چپ تا راست حضور دارن، اما عده بسیار زیادی هم هستن که سکولار دموکرات هستن اما تعلق حزبی ندارن و در نتیجه در فردای فروپاشی حکومت اسلامی اینها زیر دست و پای احزاب له خواهند شد، مگر اینکه اینها هم از خودشون دارای تشکیلاتی باشن. در نتیجه این حزب سکولار دموکرات ایرانیان که تشکیل شده میخواهد در کنار عرض کنم که احزاب دیگه باز 3 مرحله رو پشت سر بگذاره، یکی قبل از فروپاشی حکومت اسلامی بتواند با احزاب سکولار دموکرات دیگه در یک اتحادی شرکت بکنه و بتواند اون آلترناتیو سکولار دموکرات رو که ما دوای درد مملکتمون میدونیم به وجود بیاره. سپس این حکومت که فروپاشی کرد، که البته به نظر من این به دست ما که فروپاشی نمی کنه، این به دست مردم ایرانه. مردم ایران الان عرض کنم که حالت پاسیو دارند، غیر فعال دارند، به خاطر اینکه آلترناتیوی برای حکومت اسلامی در افق نیست. یه بار امتحان کردند، رفتن دنبال اصلاح طلبها و دیدن که چه بلاهایی سرشون آمد. اما اگر که
ما در اپوزیسیون خارج کشور موفق شیم چنین آلترناتیوی رو به وجود بیاریم، اون وقت مردم به نظر من تکلیف این حکومت خودشون مطرح خواهند کرد و در اون صورت هستش که فاز دوم کار حزب ما شروع میشه که شرکت در نوشتن قانون اساسی، تبلیغ سکولار دموکراسی برای اینکه قانون اساسی از اون نشأت بگیره و پس از اینکه این قانون اساسی به وجود آمد و تصویب شد، اون وقت به عنوان یه حزب در کنار احزاب دیگه وارد مبارزات انتخاباتی میشه. در پایان میخواستم ازتون در مورد تاریخ، چون میدونید وقتی که این حکومت آمد بر سر کار شروع میکردن اینه که خارج از کشور بودن، در مورد تاریخ بازگشت به ایران صحبت میکردن. یادتون باشه میگفتن 6 ماه دیگه چمدونا رو میبندیم و میریم ایران. تاریخ های مختلفی رو پیش بینی کردن. همسر شما خانم میرزادگی فکر میکنم 1998 رو اگر اشتباه نکنم در یکی از کتاب هاشون، در یکی از نوشته هاشون بهش پرداخته. یکی از داستان‌هاشون بله بله، مجاهدین خلق ماه مه سال 2001 رو تعیین کرده بودن به عنوان سال براندازی. آیا واقعا میشه به صورت خیلی معقول، به صورت واقع بینانه تاریخی رو متصور بود در مورد پایان عمر حکومت جمهوری اسلامی آقای دکتر نوری‌الله؟ لطفا کوتاه بفرمایید. بله، من البته قادر به چنین کاری نیستم و ما مقدمات فرارسیدن چنان روزی رو که میتونه فردا باشه، میتونه 5 سال دیگه باشه، فراهم میکنیم. به قول اون شعر مشهور میگه که ما همه کردیم کار خیش را، تو همه خاج بجنبان ریش را. ما منتظر ملت ایران هستیم که در این زمینه اقدام بکنیم. سپاسگزارم از شما دکتر اسماعیل نوری‌الله که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.